کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت یکی از اقشاری که در نتیجه شیوع ویروس کرونا تحت فشار مضاعف اقتصادی قرار گرفته حدود 4 میلیون زنان سرپرست خانوار هستند که اکثریت قریب به اتفاق آنها در فقر مطلق به سر میبرند. در دیکتاتوری سیاه آخوندها زنان از ستم مضاعف رنج میبرند و لبه تیز سرکوب و محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی همواره علیه آنان است. تنها راه حل فاجعه‌ای که امروز گریبانگیر عموم مردم به ویژه زنان شده است، سرنگونی استبداد مذهبی است که زنان شورشی و آزادی‌خواه ایران پیشتاز و در صف مقدم آن قرار دارند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به افزایش مبتلایان به کرونا هشدار داد. وی از افزایش بیش از 2 برابری تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و بستری شدن طی 24 ساعت خبر داد و گفت این افزایش آمار نتیجه شکستن قرنطینه و بی‌توجهی به نکات بهداشتی است. روزنامه حکومتی رسالت نوشت چالش‌های ایران بزرگترین و مهمترین ندارد. در حقیقت اینها چالش‌های متعددی هستند که روی هم سوارند و اولویت مندی آنها خطاست. در شرایط فعلی کاهش سرمایه اجتماعی از مهمترین چالش های جامعه امروز ماست. اعتراض هایی که در پی افزایش نرخ بنزین در آبان ماه گذشته صورت پذیرفت، علیرغم اینکه شروع آن از جنس اقتصاد بود، ولی در سطح کلانتر موضوع عدالت اجتماعی مطرح بود. موضوعی که مردم را ناراحت کرد این بود که چرا کسی پاسخ نمی دهد؟ چرا کسی استعفا نمی دهد؟ این از جنس پول نیست. مردم دنبال مطالبه‌گری اجتماعی هستند، لذا آنچه که میتوان از آن تحت عنوان یک چالش جدی یاد کرد کاهش سرمایه اجتماعی است. عبدالحمید خدری عضو مجلس ارتجاع نسبت به بی‌اعتمادی مردم به نظام آخوندی هشدار داد و با نگرانی گفت رویکردهای متفاوت و گاهی متناقض در خصوص ماهیت و چگونگی مواجهه دستگاه‌های مسئول با بحران کرونا موجب بی‌اعتمادی افکار عمومی که مهمترین سرمایه اجتماعی حاکمیت از را فراهم نموده است. دیوار اعتماد مردم به اندازه کافی کوتاه شده است. این دیوار فروریخته اعتماد مردم را بازسازی کنیم و الا حسرت روزهای از دست رفته را خواهیم خورد. انتظار می‌رود بزرگترین رسانه کشور یعنی صدا و سیما مطالبی را به تصویر نکشاند که نشان از مطلوبیت اوضاع و شرایط است، در حالی که واقعیت به گونه دیگر است. یکی از زندانیان بند 8 زندان اوین به ویروس کرونا مبتلا شده است. از مدتی پیش علائم ابتلا به کرونا در کامبیز مرادی حقجو مشاهده می شد، اما با بی‌اعتنایی و بی‌توجهی دخیمان زندان مواجه شد. آنها نه تنها به وضعیت این زندانی رسیدگی نکردند، بلکه او را از سایرین جدا نکردند. پس از انتقال کامبیز مرادی به بیمارستان، تردد تمامی زندانیان بند 8 از سالونی به سالن دیگر ممنوع گردیده و حتی برای حضور زندانیان در هواخوری نیز محدودیت‌های ویژه‌ای اعمال شده است.